محمود احمدی نژاد طی حکم محمد رضا رحیمی معاون حقوقی امور مجلس سابق خود را به سمت معاون اول خود منصوب کرده است، اما هنوز 3 روز از این انتصاب نگذشته ابهاماتی در مورد مدرک دکترای آقای رحیمی مطرح شده است. آرش علایی گفتگوی دارد با رحیم رشیدی، خبرنگار مقیم فرانسه، در مورد این جریان. تا آنجا که بنده مطلعم، ایشان یک کردشی مذهبن و در روستای سریش‌آباد از توابع شهرستان قروه به دنیا اومدن. 60 سال سن دارن. بعد از سال 72 تا 76 استاندار کردستان بود که در آن زمان هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور کشور بود، مدتی رئیس انجمن شهر سنندج بوده و پیشتر از طرفداران جدی هاشمی رفسنجانی بود، بعد به طرفداری از محمود احمدی نژاد پرداخت. مسئله جعلی بودن مدرک دکترای ایشان عملکرد او را در کردستان تا حدودی تحت پوشش قرار داده. به هر حال از بخت بد آقای احمدی نژاد شاید سرنوشت علی کردان وزیر وقت کشور در کمین محمد رضا رحیمی هم نشسته است. در مورد مدرک جعلی ایشون صحبت‌های دیگری هم وجود داشته، داستان از چه قرار است آقای رشیدی؟ مسئله به نظر من اختلافات عمیقی است که میان خودی‌های جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان اصولاً وجود داره، که اینها گاه‌گداری سراغ کارنامه‌ها و زندگی شخصی همدیگه میرن و اینو برملا میکنن. در مورد معاورت ایشون چند نفر از اعضای مجلس مثل آقای توکلی اظهار تأسف کردن، چرا در مورد آقای رحیمی حتی در جناح محافظه‌کار هم اتفاق نظر وجود نداره؟ به نظر میاد که خیلی از اعضای احزابی که حالا با هم به نوعی متحد شدن و با آقای احمدی نژاد رأی دادن با ایشون موافق نیستن. اصولا این به اختلافات عمیقی برمیگرده که میان خود اصولگرایان وجود داره، ولی به خاطر سرکوب و به حاشیه راندن اصلاح طلبان درون حکومتی در مقطع زمانهای گوناگونی با هم توافقاتی میکنن، ولی در روند کار این اختلافات بروز پیدا میکنه و خودشون نشون میده. اینو اصولا باید از آقای احمدی نژاد سوال کرد و از کسانی که محمد رضا رحیمی رو به ایشان معرفی کردن، ولی من میخوام اینجا بگم که رئیس جمهور در کشور کاری نیست. در واقع طبق قانون اساسی این ولایت فقیه و سید علی خامنه‌ای که در تمام زمینه‌ها تصمیم میگیره و شما کاملا مطلعید که برای انتخاب معاون اول پیشینش با نامه و با حکم حکومتی سید علی خامنه‌ای احمدی نژاد ناچار شد که اونو برکنار بکنه. با توجه به حمایت‌هایی که از طرف آقای خامنه‌ای در مورد کابینه آقای احمدی نژاد در دوره قبل وجود داشته، فکر می‌کنید آیا مسئله حالا اختلافاتی که مجلس با آقای رحیمی داره و مخصوصا مدرکی که در مجلس عنوان شده که جعلی هست، برای ایشون مشکل ساز بشود یا خیر؟ بدون شک این مسئله مشکل ساز خواهد شد، همین حالا مشکل سازه، ولی این مشکلات دیگه در نظام جمهوری اسلامی ایران که یک نظام مردم سالار و دموکراتیک و استوار بر پایه‌های قانونی و جوابگو به مردم نیست، مسئله چندان مهمی محسوب نمیشه.